به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. به غنیمت شمر ای دوست دم عیسی را، تا دل مرده مگر زنده کنی کاین دم از اوست. مری کریسمس. تولد عیسی مسیح رو به همه بینندگان عزیز شاد باش میگم. خوشحالم که در این قسمت از برنامه کنار همسر عزیزم کشیش رسول در خدمت شما عزیزان هستم. خدا رو شکر معنی جا داره که تولد خداوند عیسی مسیح رو به شما همه عزیزان شاد باش بگویم و ایمان دارم که خداوند مطابق فیض و رحمتش هست که این ایام رو مهیا کرد تا بتوانیم برکت حقیقی که خداوند در شروع خلقت برای انسانها در نظر داشت اون رو نیز کسب کنیم. همون گونه که میدونیم در این ایام ما برنامه های متنوعی خواهیم داشتش از شبکه شادی تیوی که سعی میکنیم که برای شما عزیزان در طول این ایام ارائه بدیم که باعث بنا و قوت و نیز امید شما عزیزان باشه مطابق آنچه که کلام خداوند به ما ارائه داده. بریم از همین ابتدا اگر موافق هستید زهره جان بریم با همگی انجیل لوقا رو بیاریم. انجیل لوقا باب 4 رو بخونیم. 4 فکرم 16 مناسبت خوبی داره بخونیم و اینو برکت زندگیت بدون. اینو بدون که عیسی مسیح پیغمبر نبود که ما امروز تولد یک پیغمبر رو جشن بگیم. عیسی مسیح رسولی نبود که از طرف خداوند بیاد که ما جشن تولد یک نبی رو بگیریم، جشن تولد یک رسول رو بگیریم، بلکه عیسی مسیح خداوند زنده من و تو هستش که بر روی زمین آمده و جسم انسان بر تن کرد تا قوت ما باشد برای رسیدن هدف اصلی که خدا در نظر داشت برای خلقت. بشنویم از انجیل لوقا باب 4 آیه 16. و به ناصره جایی که پرورش یافته بود رسید و به حسب دستور خود در روز سبت به کنیسه در آمده برای تلاوت برخاست. پس عیسی مسیح نشون میده که خدمتش رو شروع کرده که به مردم بگه که آن کسی رو که بیش از 300 پیشگویی نسبت به آمدن مسیح در کلام خداوند عنوان شده اینک آمده و مطابق کتاب اشعیا که باز میکنه برای مردم بخونه این پیام رو بده، پیام خبر خوش نجات و آزادی و استقلال هر انسانی در ملکوت خداوند. آمین. آنگاه صحیفه اشعیا نبی را به دو دادن و چون کتاب را گشود موضوعی را یافت که مکتوب است: روح خداوند بر من است. آمین. پس همان روحی که آدم و حوا داشتن اما بعد از اینکه گناه کردن، بعد از اینکه عهد شکنی کردن، این روح مقدس خدا، روح القدس از آدم و حوا بلند شد و بعد از اون در مسیری که بر خلاف اراده خدا بود، یعنی دور از هدف مقدس خلقت بود که گناه نامیده شد، حرکت کرد. اینک عیسی مسیح داره میگه روح خدا بر من هستش و من نیز به نوعی داره میگه که من جسم انسان بر تن کردم و بر روی این زمین آمدم، از آسمان آمدم، نه از روی زمین، نه از ته چاه، بلکه از نزد خدای پدر آمدم که شما رو دستگیری کنم که در چاله‌های مشکلات و سختی‌ها نیز گرفتار هستید. بله، زیرا که مرا مس کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شکست دلان را شفا بخشم. یعنی در اصل با توانایی‌های خدا بر روی زمین آمده، بر روی زمین نیومده که تازه مثل انسان‌های دیگه، مثل پیامبران دیگه، مثل انبیای دیگه، مثل اساتید دیگه این بیاموزه نسبت به نجات و رهایی و یک زندگی سالم. با مسح خدا آمده، با حکمت خدا، با محبت خدا، با قوت خدا آمده، با اراده خدا بر روی زمین آمده، با توانایی‌های خدا بر روی زمین آمده که نشون میده در طول 33 سال عمری که بر روی زمین داشت عیسی مسیح چگونه توانست کارهایی رو بکنه که فقط خدا میتوانست انجام بده. بله؟ و اسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی موعظه کنم. خیلی ممنون. آنانی که اسیر گناه بودند، آنانی که اسیر تمام امیال کهنه و رفتاری بودند که توانسته بود متاسفانه در موقعیت زندگیشون رابطه هاشون رو خراب کنه، توانسته بود که در موقعیت زندگیشون آنها را در مسیر هلاکت ببره، اومده تا اون اسرایی که خودشون رو در گناه گرفتار نه، خودشون رو در رنج ها، در فقر، در اعتیاد، در طلاق و تمام رنج ها و دردهایی که امروز ما میبینیم که روی زمین هستش، غرور انسانی، خشم و عصبانیت انسانی هستش، مسیح اومد این اسرا رو آزاد کنه. فقط کافی است که هموطن عزیزم
قلبت رو به مسیح بدی. اجازه بدی که مسیح در زندگی تو عمل کنه. از او بخوا که امروز اگر میابی که عیسی مسیح 2000 سال پیش متولد شد، اینک مسیح میخواد در قلب تو متولد بشه و تولد تازه رو در وجود تو نیز ایجاد کنه. بله؟ آمین. و تا کوبیدگان را آزاد سازم و از سال پسندیده خداوند موعظه کنم. یعنی در اصل از اون هدف مقدس خدا، سال پسندیده خدا، سالی درش هستش که درش غمی نیست، اندوه نیست، مشکل نیست. امروز من و تو هم وطن عزیزم در مقابل اون برکت آسمانی خدا نهاده شده، مشروط بر این که میپذیری این رو بدون، سرنوشت زندگی من و شما دیگه نه دست دیگران خواهد بود و نه دست آنچه را که من به تجربه کسب کردم، بلکه اجازه میدم خدا حکمت من باشه، خدا بصیرت من باشه، خدا قوت و توانایی من باشه. آیا حاضر هستی در این سال جدید که میخواییم وارد بشیم قلبت رو کاملا به مسیح بدید؟ و اگر شما که قبلا به مسیح ایمان آوردید، آیا حاضر هستی که اجازه بدی امسال سالی باشه که با تقدیس شدن از تمام رفتار و اعمالی که میدونی خودت راضی نیستی، همسرت راضی نیست، دیگران راضی نیستن و خدا نیز خوشنود نیستش، شما نیز بتونید با اون قوت خدا و حکمت خدا زندگی سالم داشته باشید؟ حتی تو هموطن عزیزم که هنوز تصور بر این میکنی که نمیتونی بپذیری عیسی مسیح خداوند و نجات دهنده هستش، اگر مشتاق زندگی سالم هستی تشویقت میکنم انجیل مسیح رو مطالعه کن و اگر مایل بودی برای شما هدیه خواهیم فرستاد به منازل شما. اون رو مطالعه کن و ما با مطالعه انجیل خودت تصمیم بگی، چرا که خدا هرگز نمیخواد آزادی تو رو بگیره. هموطن عزیزم، همون گونه که این شاعر نیز اعلام میکنه، تو شاهکار خالقی، تحقیر را باور نکن، بر روی بوم زندگی هر چیز میخواهی بکش، چون خدا تو را آزاد آفریده، از استعداد تو نیز میخواد استفاده کنیم. بر روی بوم زندگی هر چیز میخواهی بکش، زیبا و زشتش پای توست، تقدیر را باور مکن. تصویر اگر زیبا نبود نقاش خوبی نیستی. این اعمال و رفتار من هست، این تصمیمات من هست. تصویر اگر زیبا نبود نقاش خوبی نیستی. از نو دوباره رسم کن در نام عیسی مسیح. این سال جدید رو از نو رسم کن. اجازه بده عیسی مسیح در کنار تو باشه، روح مقدس خدا در کنار تو باشه که زندگی تو تحت اراده خدا بره جلو. تصویر اگر زیبا نبود نقاش خوبی نیستی. از نو دوباره رسم کن. تصویر را باور نکن. تصویر اشتباه رو، سراب رو، صداهای منفی و نگاتیو رو باور نکن. خالق تو را شاد آفرید. خداوند من و شما را هموطن عزیزم شاد آفریده. خداوند برای هدف مقدسی انسان را آفریده. خدا انسان را آفریده تا به شباهت او بشیم. در انجیل متی 5:48 اعلام میکنه که کامل شوید همچون خدای پدر، و در این مسیر میبایست قدم برداریم. خالق تو را شاد آفرید، آزاد و آزاد آفرید. پرواز کن تا آرزو، زنجیر را باور نکن. رنج ها و مشکلات که بر روی زمین هست، صداهای نگاتیو و منفی رو باور نکن. قبل از اینکه وارد سال جدید میخوای بشی، در حضور خداوند زانو بزن و اعلام کن خداوند را نسبت به گناهان گذشته، چه دانسته و چه ندانسته، توبه میکنم و از تو میخوام که به خاطر گناهان بشریت بر روی زمین و به خاطر گناهان من روی زمین آمدی و روی صلیب رفتی و مردی و پس از 3 روز قیام کردی، گناهان مرا ببخشی و نام مرا در دفتر حیات خودت ثبت کن و از این به بعد تو خداوند و تو پادشاه و تو نجات دهنده من باش و بر زندگی من تسلط داشته باش. به آنچه که نیکوست مرا هدایت و نیز حمایت کن. و در انتها در نام پدر، پسر، روح القدس، در نام عیسی مسیح بطلب که تو نیز هموطن عزیزم آزاد خواهی شد. ایمان دارم که خداوند مطابق فیضش شما عزیزان رو برکت خواهد داد، قوت و سلامتی و آرامش و محبت جاودانه خداوند بر شما عزیزان باشد و بماند تا ابد الآباد. آمین. 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 Oh,
خدا رو شکر برای ایامی که خداوند مهیا کرد که از اون نیز بیابیم سلامتی و قوت را. همون گونه که شاهد هستید مهمانان عزیزی داریم اینجا، آلانوش عزیز که از خادمین خوب کلیسا هستن، روبرت عزیزم تبریک میگم و تجسم خداوندمون عیسی مسیح رو بر شما عزیزان شاباش میگم. عزیزم بفهم خواهش کنم شما اگر مطلبی هست خوشحال میشیم که بشنویم. بفرمایید. ممنونم. درود بر شما ببینندگان عزیز برنامه شادی تیوی. امیدوارم هر کجا که هستین خوب و خوش و سلامت باشین و بهتر از این شادی در خداوند باشین. آمین. آمین. منم از نوبه خودم به بینندگان درود میفرستم. تولد عیسی مسیح رو به شما تبریک میگم. همونجوری که آلانوش گفت هر جا که هستین خوش و خرم باشین و در فیض خدا. هللویا. آمین. ما اکثر موقع ها با زبان فارسی صحبت میکنیم، اما میدانیم که خب عزیزان دیگه ای هستن در کشور ما همچون ارامنه عزیز ایرانی که دل واقعا زیبایی دارن. و علت این که میگم دل زیبایی دارن چرا که منی که از ایران اومدم و عزیزانی که از ایران اومدم با توجه به اینکه این عزیزان مسیحی زاده هستن و قلبا از مسیح رو دوست داشتن، اما خدا رو شکر در ایمانشون تولد تازه رو یافتن در مسیح، اما ما رو تنها نذاشتن، کنار ما ایستادن. با توجه می‌بینیم که واقعا ارامنه عزیز کلیساهای بسیاری دارن در آمریکا، اما عزیزانی خواندگی رو دارن که برای تو هموطن عزیزم که فارس زبان هستی ایستادن و غیورانه دارن خداوند رو خدمت می‌کنن. اما الان من می‌خوام از آلانوش عزیزم اگر براش مقدور هستش به زبان زیبای ارمنی لطفاً هم تبریک بگید این ایام رو و هم لطف کنید در اوتو مسیح لطفاً اگر چیزی به دلتون هستش اعلام کنید. بفهم باشید. حتماً. سیلینرز اوراخن بور زیز هدم یو اسم شادی تیوین مدنور تیویا بردوک نایومک می گوزمک بور هیسوس کریستوسی چنود زیزی شنار بورنگ یو اوزمک بور ایرا جلال ایرا ایسینکن ایرا قدوسیت ایرا جلال تانک ویرف میک وش می بان چنگ ستغ منا گوزمک بور اینک ستغلی یو سیه نرس اوزمین بان تیزی آسن بور هیسوس کریستوس این چی هم مره کامیسی یکری میچ اکا بور մեր մեղքեր ջնջի եկա որ Հիսուս Քրիստոսը առաջուց ելեր էր մինչև վերջ կելի այսօր հիմա կա ամեն ամեն երբեք մեր Տերը չի ծնվե եւ իր այսինքն իր հոգին եկերա մահդ մարդու մեջ եւ այս եկերա այս երկրագունդի մեջ որ մեզի հասկացնի որ Տերը Հիսուսը Աստված ով է։ Ամեն։ Եվ եթե մենք ուզենանք իրա ճանը պարն ենթանք, պետք է այս գիրքը կարդանք։ Ամեն, ամեն։ Եվ պետք է այս գիրքը կարդանք իմանանք, որ ինչի համար ենք մենք կոչվում որպես քրիստոնյա։ Քրիստոնյությունը սիրելներս, մենակ այդ չի, որ մենք ընկնենք մեր տարիքանի մեջ։ Քրիստոնյությունը էտա, որ մենք ուզենանք մեր սիրտ տանք Աստծուն, մեր սիրտը տանք Հիսուս Քրիստոսին։ Ամեն։ Եվ երբ որ այն ժամանակ, որ մեր սիրտը տվանք Հիսուս Քրիստոսին, այդ ժամանակ ենք կարող ասենք, որ մենք քրիստոնյա ենք։ Ամեն։ Եվ այդ ժամանակ նորից մենք responsibility ունենք, մենք նորից պետք է իմանանք, որ ինչ ենք ուզում անենք այս երկրագունդի մեջ որպես քրիստոնաներ։ Ամեն։ Եվ պետք է մենք կարդանք այս դե պիկե կարդանք մենք այս գիրքը, սուրբ գիրքը։ Եվ պիկե իմանանք ինչով է, ինչ ասում Քրիստոսը մեզանից։ Արդյոք Քրիստոսը առաջուց ելեր է, թե մենք այսօր եկել ենք ստեղ, որ ասենք Քրիստոսի ծնունդը շնորհաբեր։ Ոչ, Քրիստոսը առաջուց ելեր է։ Եվ մենք ուզում ենք, որ այսօր այդ Աստծո հոգին, որ եկեր է Քրիստոսի մեջ, Եվ եկեր այս երկրագունդի մեջ, որ մեր մեղքերը ջնջելու համար, ըտա համար ենք մենք այսօր մենք celebrate անում։ Եվ հույսով եմ, որ դուք էլ, ինչպես որ ես 8 տարի առաջ չի իմանում, որ ինչ էր գրված այս գրքի մեջ, եւ ուզում եմ, որ դուք էլ իմանաք, կարդաք
եւ իսկապես նալե ճունենակ որ ինչ ագրված էս գրքի մեջ մենակ այդ չի որ դնենք էս որ դնենք մեր գրատարանի մեջ չէ պիտի մենք կարդանք իմանանք որ ինչի համար Հիսուս Քրիստոսը եկե էս երկրակունդի մեջ ինչի համար եկավ Ռոբերտ ջան ինչի համար եկավ էս երկրակունդի մեջ Մենք մեղքեր չնջելու համար իսկապես ինչպես Ենես որ գնաց եւ հաճվավ մեզ համար։ Ամեն։ Սիեներես, այսօր հիմա չեմ ուզում որ ձեզի հաճվել արդի խոսամ, բայց հաճվելը մեր համար շատ մեծ կատարություն է որ արի Հիսուս Քրիստոսը, բայց իր ծնվելը միջև անգամ որ ինքն եկավ, միշտ ինք կար չմորանակ Հիսուս Քրիստոս այսօր չի ծնվե։ Աստու հոգին եկավ Հիսուս Քրիստոսի մեջ եւ եկավ ես գետնի վրա։ Ամեն։ Եվ ուզում եմ դեզի շնորհեմ այսօրը։ Մենք քելիսե փարասենդական մասի արթիվ ենք այսօր ստեղ եւ հույսում եմ որ միշտ ուրախ լինեք։ Միշտ ուրախ լինեք եւ երբ որ ասում եք որ ձեր սրտերի մեջ նեղություն կա, ամենի սրտերի մեջ նեղություն կա, երբ որ ուզում ենք, որ մենք չենք ուզում Աստծուն, դիմեք այս գրքին, որտեղ այս գիրքն է, որ մեզի կարող է այդ Աստծու շունչը, Աստծու հոգին մեզի տա, եւ մենք առողջություն ստանանք այս գրքի մեջ։ Առողջություն, մտքային առողջություն եմ ասում դեզի։ Սիրում եմ ձեզ, շատ ուրախ եմ, դուք շատի TV-ն եք նայում, ամուսնուս էդ Ռոբերտ, իմ պաստերիս էդ քեշիշ Ռասուլ, և հույսում եմ, որ միշտ ուրախ լինեք, այս Քրիսմասը ձեզի շնորհավոր լինի, նոր տարին շնորհավոր լինի, և որտեղ կաք, հապի լինեք. Ամեն, հայկական. Խոբ, من کم و بیش متوجه شدم اما از غیرتی که آلانوش جان داره رو کلام خدا و اعلام میکنه همیشه با عشقش محبتش میدونم که سخنانشون بر قلب شما عزیزان نشسته خواهشم از شما این هستش همونه که آلانوش جان اعلام کردن کلام خدا رو مطالعه کنید با خواندن کلام خدا به حقیقت نیز پی خواهیم برد من نمیدونم آیا امکان داره بله جالبه من دیپلمم رو در خیابون پدرسانی دبیرستانی به نام آزمون بود من اونجا دیپلم گرفتم و توی مربخ باز جالبتر از اینه که پدر من چقدر ارامنه رو دوست داشت و اکثر دوستای پدر من ارمنی بودم و یادم هست مثلا برای دندون پزشکی ما رو برمی‌داشت کلی راه می‌رفتیم نارمک اونجا دندون پزشکی بارم برای ارمنی بعد کفش میخواستم بخرم بابا منو برد پیش عزیزانی که خب واقعا چقدر کفش بود اونجا میگفت بابا جون خب بریم مثل برفز نزدیک خونمون کفش بود میگفت نه باید بریم اونجا خیلی بهتره و خب کم و بیش میدونم میگه شما عزیزانم کنارم هستید سعی میکنیم یاد بگیریم اما میخوام ببینم آیا برات مقدور هست که به شما به زبان ارمنی دعای برکت کنی برای عزیزان؟ حتما. آره من دوست دارم تشویقتون میکنم عزیزان حتی عزیزانی که خب زبان ارمنی هم نمیدونیم ما میدونیم زبان همه ما دیگه زبان روح القدسه و خدا اجازه داد که ما به زبانها سخن بگیم و این یونیک بودن و تنبایی هستش که ما میدونیم داریم در کنار همگه و خدا این رو خواسته از ما پس خواهش میکنم با دعای برادر عزیزم نیز متحد بشید به طور خاص ارامنه عزیزمون هموطنان عزیزمون و این برکت سال جدید رو بگیرید بفهم خواهش میکنم پاکست راسواشان استیون اوریس پاکت کرست راسواشان استیون اورو میزیت ویل است راسواشان از جامان کیس می مست ویل است راسواشان اسکاپس استیون جامیره با می کو یک گوندی گالو فرانگ تونم تر راسواشان که زاس کنترم تر راسواشان سور پوکیس اوکتوس یسی ماینر کیس نینی ور کریستون نه بچن منو می اسکاپس یسوس کریستوس این چما یک گوندی برا یک افت راسواشان سور پوکیس اوکتوس یسی ماینر باتس و تر راسواشان یسوس این چما یک اینجا میتاله به کریستوان هنیل اینجا میتاله تراسواشان خواهش میکنم یسوس خواهش ولی اینجا میتاله تراسواشان رو کنه که زهوات برین تراسواشان یه هر نجات ستانه تراسواشان خندرومی است تامچ
ամեն ձև բարեկաթը լսեր ստերասում, բուկու բարի լսեն ստերասված ճան և ամենին քո թեպի տակ պին պայի ստերասված ճան։ Խայիշ։ Ամեն Հիսուս Քրիստոս անունով եմ խնդրում, ամեն։ Ամեն, 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 با ایمان دریافت خواهیم کرد. حالا شما میفرمایید بدونیم که در ایران در اصل ارامنه عزیز و آشوریان عزیز بودن که این مسیح زاده ها بودن که خبر خوش نجات رو به گوش ما رسوندن و میدونیم که کشیش هایی که عزیز که خب در مسیر اینکه ایرانی ها آگاه بشن و دانششون نسبت به کلام خدا و مسیر نجات و رهایی رو داشته باشن میبینیم که جان خودش رو کشیش هایک داد و اگر کشیشان دیگه در ایران همچون کشیش سودمند عزیز مهدی دیباج که فارسوان بودن و عزیزان نیز شهید شدن اینها نیز در کنار کشیش های کشیش میکائیلیان عزیز کسایی بودند که به عنوان اساتید و معلمین خوب کتاب مقدس بودن خبر خوش رو رسوندن بله. و من همیشه اینو میگم که ما اول مدیون عیسی مسیح هستیم آه. و بعد مدیون مسیح زاده ها چه ارامنه و چه آشوریان عزیز که در کشور ما با غیرت ایستادن و نترسیدن این خبر خوش نجات رو نیز به گوش ما رسوندن تا ما بتونیم امروز از اون ناامیدی ها از اون خستگی ها از اون دلخوری ها از اون غم نیز نجات پیدا کنیم و با ایمان به آینده که خدا مهیا کرده نیز چشمامون دوخته بشه بعد رسما سوال داشتم من خب مسیح زاده بودیم بعدن مسیحی شدیم عیسی خبر قبول کردیم من فکر کنم فقط مسیح شدن کافی نیست برکت دیگه هم تو مسیح بودن هست که یعنی یه چیز دیگه هم باید باشه فقط مسیح بودن نیست بعد که مردم مسیح میشه قبلش رو به عیسی مسیح میده چی اتفاقی که تو زندگیش باید بیفته چه برکتی باید بیاد مستقر. اگر لطف کنیم بریم انجیل مرقس 16 15 رو بیاریم چون سوال کردید خودت هم بخون عالمیشان امروز صحبت کرد چقدر زیبا صحبت کردی ممنون از صحبتاتون اما لطف کنید انجیل مرقس رو بخونیم همونطور که برادرمون گفت مسیحیت با خودش مسئولیت میاره یعنی این نیست که من بگم من دارای یک دینی شدم اون دین و اون باور رو پذیرفتم فقط من به تبعیت از اون دین انجام و اون دین و اون باور به من امر معروف و نهی از منکر میکنه بلکه مسیح میدونیم که روح خداست و روح خدا بر روی زمین آمد و جسم انسان برتن کرد و هدیه‌ای که خداوند به توسط عیسی مسیح به ما داد روح خودش بود روح القدس بود در کنار مسئولیت به ما نیز توانایی ها رو میده یعنی اول به ما جرأت رو میده چون انسان تا زمانی که درک درست از شناخت خدا نداره و خلقت جهان نداره مسلماً محزون و مورد سرزنش فکر خودش و باورهایی که در اطرافش هستن اما زمانی که مسیح ایمان میآورد ما میبینیم که عیسی مسیح به اون شخص اقتدار میده اتوریتی میده یعنی در اصل اون قدرت رو میده برای همین میگه برید بشارت بدید داره اون قدرت رو به اون شخص میده و به ما میده اون جرأت رو به ما میده ولی در کنار این که میگه برید به ما قوت رفتنش هم میده به توسط روح القدس یعنی هم ما در کنار مسئولیت میبینیم که تقویت هم میشیم یعنی حتی همین که الان شما اینجا هستید خدا رو شکر برای وجودتون که اینجا هستید دارید از کلام خدا میگید این جرأت خدا بهتون داده باقی. یعنی چه بسا که شما اگر زندگی عامی رو داشتید که نسبت به موقعیت نیازهاتون اگر بهتون میگفتیم بیاد الان جلو تلویزیون نه چی بیاییم بگیم بشاید نگران بودید اما امروز که آزاد شدید در این آزادی شما این جرأت رو دارید بیاید صحبت کنید و دیگه حتی نمیترسی من الان چی بگم که مثلا الان شما میتونید الان من کنار کشیش رسول چی کلام بگم به خاطر اینکه قدرت روح القدس در شما هست و همچنین در شما و خادمی اگر لطف کنید انجیل مرقس 16:15 رو لطفا بفرمایید اگه سپس به ایشان گفت یعنی عیسی مسیح گفت حال باید به سراسر دنیا بروید میبخشید پیام انجیل رو به مردم برسانید خیلی ممنون پس من شما رو قطع میکنم عذرخواهم پس بنابراین ما داریم میبینیم این مسئولیتی هستش که خدا داره حالا داره میگه بروید آخه اگر کسی این جرأت رو نداشته باشه چگونه میتونه بره تازه از صحبت از الان نیستش که ما جلوی دوتا دوربین میستیم با شما راحت صحبت میکنیم نه ترسیم زمانی داره میگه نه دوربینی هستش نه ماشینی هستش نه امکاناتی هستش نه موبایلی تو دست کسی هست این خبر خوش نجات رو بده با پای پیاده ما میدونیم که حتی مسیح اعلام میکنه به شاگردان میگه برید از هر چیزی که دارید میرید یکیش بسته دوتا نبر بله. حتی میگه خالی بدون پول
برو و خدا تو رو برکت. واقعا وقتی رو اون شرایط ما نگاه میکنیم، ما امروز در جفا نیستیم، ما امروز در اون سختی ها نیستیم، اما قوتش رو داده بوده به ما. بله کسانی که ایمان بیاورند و قوس تمید بگیرند نجات مییابند. خیلی ممنون. پس این یه مسئله خیلی مهم هستش، امیدوارم به هموطنان مسیحیمون بر نخوره. امروز تو هموطن عزیزم که به مسیح ایمان آوردی، از دوران کودکی تعمیدم حتی گرفتی، خدا رو شکر برای وجودت، برای والدینت که این کار خیر رو انجام دادن. اما این رو بدانیم که ما مسئولیم، که ما میباید خودمون تصمیم بگیریم آیا میخواییم به پیروی از این کلام خدا باشیم یا نه. اگر والدین ما به ما گفتن که ما مسیح هستیم، این عقیده و نظر والدین هست، ما اونجا هیچ جایگاهی نداریم. امروز عهد شما باید تازه بشه. برای همین تشویقت میکنم به کلیسای رجوع کن و در همین سن بزرگی عهدت رو تازه کن. آمین. یک پیمان تازه ببند و اون در تعمید هست. میباید خودت تصمیم بگیری که تعمید. به اون ما میگیم تقدیم. بچه ها رو ما تقدیم میکنیم، اما تعمید خودشون باید تصمیم بگیرن. بله. اما کسانی که ایمان نیاورند داوری خواهند شد. پس بنابراین اینجا تکلیف روشن میشه، هر کی ایمان میاره اعمالش نیست، رفتارش نیستش، ایمانش هست، او رو نجات میده. اما اگر کسی نیاورد، خدا عادله، داوریش میکنه. پس این نیستش بگیم که پس اونا که ایمان نیاوردن چی میشن؟ داوری میشن. ولی واقعا من نمیدونم، من در گذشته فکر نمیکنم اعمالم اینقدر خوب بود که توی داوری قرار میگرفتم، حیات جاویدو داشتم و ملکوتی میشدم. شما عیزان رو نمیدونم، هر کسی خودش بیاد با خودش این تصفیه حساب بکنه آیا اعمالش اینقدر خوب هستش که بتونه داوری تو داوری رد بشه. شما مثل مطلبی میخواستید؟ بله کش رسول، بعضی موقعی که با مسیح زاده ها حرف میزنم، یعنی با ارامنه که خیلی دوستشون دارم، میگن که ما در خونه خودمون مسیح رو پری میکنیم، دعا میکنیم، ولی احتیاجی نیست که بریم کلیسا و نه که احتیاجی نیست که، ولی میدونم که خدا تو قلبمون هست. آمین. و من خودم به خودم میگم که 8 سال پیش که من هیچ اصلا هیچی نمیدونستم در انجیل چی نوشته، این چه مسئولیتی داره برای من به عنوان یک مسیحی، به عنوان یک مسیحی که ریبورن شدم، که رفتم تعمید گرفتم و تولد تازه گرفتم. پس این برای من یک دنیای تازه برای من داره. آمین. خلقتی تازه است. خلقتی تازه است. و من اگه این کتابو نخونم کشی رسول، از کجا میدونم که مسئولیت من در کجاست؟ آمین آمین. و کلام خداوند نیست همین رو اعلام میکنیم؟ پولس رسول میگه بس. میگه چگونه وقتی که کلام رو نخوندن اینها میتونن، رومیان 10:17 اعلام کنه، میگه ایمان از شنیدن و شنیدن از کلام خدا هستش. برای همین هست منم نیز آنچه را که آلانوش عزیزم واقعا میدونم که با چه غیرتی و چون لمسش کرده به شما عزیزان اعلام کرد، انجیل رو بخونید. انجیل فقط رو تاخچه نباشه. بذارید یه خاطره من بگم در رابطه با این. یه خانواده عزیزی از مسیح زاده ها، حالا نمیخوام بگم چه گروهی بودن، اما این عزیزان میگفتن ما هر سال که وارد خانه مادر بزرگمون میشدیم، یک کتاب مقدس روی تاخچه بود، میرفتیم میبوسیدیم و میرفتیم دست مادرمون رو میبوسیدیم و کریسمس رو تبریک میگفتیم. میگفت در یکی از این سالها وقتی رفتیم، بچه ها بازی میکردن، دستشون خورد به این کتاب مقدس و این ورق ورق شد. مادر من گفت، مادر من شروع کرد داد زدن، چرا کتاب مقدسی که تنها یادگاری همسرم بود و شما ورق ورق کردید؟ گفت همه دلا شدیم ورقا رو جمع کنیم. گفت من متوجه شدم اینکه صورت حسابای خرج و دفع پدر من هستش، مثلا هزینه هاشو نوشته بود و دیدم این تقویمه، تقویم مال 15 سال قبله و ما فکر میکنیم این کتاب مقدسه. و از این رو هم وطنان عزیزم، خواهشم از شما عزیزان، همون گونه که آلانوش عزیزم روبرت جان گفتن، کلام خدا رو بخونید و بعد از اون هست، این رأی خودت هست به عنوان مسیح زاده، به عنوان حتی یک دیگر باوری، شما بخونید و شما باید تصمیم بگیرید. بله میشه ادامه بدید؟ من
کسانی که ایمان میآورند با قدرت من ارواح پلید را از مردم بیرون خواهند کرد. میگه با قدرت من، با قوت من، یعنی به توسط روح القدس این ما میتونیم برای مریضان دعا کنیم، شفا پیدا کنن. خیلی از مسیح زاده ها هستن که قلبای بسیار عالی دارن، بسیار عالی دارن، تماس میگیرن و از ما میخوان، ما براشون دعا میکنیم و خدا اجابت میکنه. ولی من بهشون میگم، میگم شما فرزند خدا هستید، خودت هم با اقتدار دعا کن. آمد. چون وعده خدا داده شده به من و تو هم وطن عزیزم. بله. و به زبانهای تازه سخن خواهند گفت. خب زبانهای تازه هم زبانهای بیگانه هست، هم زبانهای فرشتگان هست. که وقتش نیست الان درباره این بخوام زیاد توضیح بدم، اما این نیز برکت آسمانی است برای من و تو هم وطن عزیزم. بله. مارها را برخواهند داشت و در امان خواهند بود. یعنی حتی نیش مارها نیز نمیتونه آسیب بزنه به زنان و مردانی که از روح خدا پر شدن. مشکلات و سختی‌ها برای همه ما هستش طبیعتاً. ما هم قرار نیستش که همیشه بر روی این زمین باشیم بیشتر از 1000 سال که عمر نمی‌کنه. همون 200 سال، 1000 سال. نه، در هر صورت این جسم رو بر زمین می‌ذاریم. اما تا زمانی که خدا با ما کار داره، قوت خدا با ما هست. میگه حتی مارها، حالا از نظر من حتی مشکلات و سختی‌های بزرگ نمیتونه باعث این بشه که شما در زندگی آسیب بخورید. بله. اگر زهر کشنده بخورند صدمه ای نخواهند دید. بله. دست بر بیماران خواهند گذاشت و ایشان را شفا خواهند داد. آمین. هاللویا. هاللویا. خیلی ممنون. هست ادامه داره؟ چون عیسی خداوند سخن خود را به پایان رساند، به آسمان صعود کرد و به دست راست خدا نشست. آمین. پس خداوند عیسی مسیح رفته آسمان. ما جشن تولدش رو میگیریم. اما فراموش نکنیم همه ماها که مسیح ایمان آوردیم داریم مسیح رو نمایندگی میکنیم. پس میبایست در مسیر اراده خدا عمل کنیم. یک، از کلام خدا پر بشیم. یوشع 1:8. از روح خدا پر بشیم. اعمال رسولان 1:8. تا با قوت خدا سالی که درش هستیم رو بتونیم ادامه بدیم در پیروزی ها و در شادمانی. با سپاس و تشکر از آلانوش عزیزم، روبرت عزیزم که لطف کردید در برنامه شبکه شاهی تیوی با ما هستید، در کنار هم هستیم. نام خدا رو جلال بدیم. با سپاس و تشکر از شما بینندگان عزیز که اینک تا به این وقت با ما بودید. شنرا گالیم.